سلام و وقت بخیر. با کاکتوس با من مختار لشکری خوش آمدید. افغانستان در حاکمیت گروه طالبان هیچ دوست سیاسی ندارد. کشورهایی که برای سقوط نظام جمهوریت در کنار گروه طالبان ایستاده بودند هم با ناامن شدن مرزهایشان توسط جنگجویان گروه طالبان فهمیدند که اشتباه کردند و طالبان یعنی دردسر. ایران، پاکستان، ازبکستان و روسیه، کشورهایی که طالبان با حمایت آنان به کابل رسید، 2 سال می شود که صورتشان را با سیلی های گروه طالبان سرخ نگه می دارند. درگیری و حملات انتحاری و تروریستی در کشورهای همسایه افغانستان یعنی خطر در راه است. خانم ها و آقایان، مهمان امشب کاکتوس می گوید همه چیزهایی که من گفتم و شما شنیدید دروغ است و طالبان یک گروه نه، یک دولت اسلامی مستقل، عادل و هوشیار است و به هیچ کشوری کاری ندارد. خانم ها و آقایان، شما و متین محمد خیل. خود زرداد در مصاحبه با من قسم میکنم، میگه به خدا قسم امی حکمتیار بر من میگفت که میگفتم که عسکرای من آشه و باته ندارن، نان خوردن ندارن. گفت حکمتیار بر من میگفت که دوزی کن. رای مترار بگی، تل شانه بگی. دیگه احتمالاً ما بوده از اسلامی دوزی مرکزی کار میکرد. چقدر امی آقای حکمتیار نسبت با آقای دکتر نجیب مردم را کمتر آزار داد؟ دو وقتی که ما جوان بودیم، دمو مفکره بودیم که یا باقی مانده شوروی هستن و یا برابر این. با توجه به صحبتهایتان، آقای استاد ربانی که او هم حالا زنده نیست، او هم مسلمان نیست که دیگه راه را بره امریکایی ها باز کرد که امریکایی ها به افغانستان آمده. بله، کارکرد از خود متفاوت از ما طرفدار یک نهضت اسلامی بودیم. آقای محمد خیل، مگر یادتان رفته در سر زیرزمینی کابل یکی از همان راکت ها به یکی از میلیبس های شهری خورد و نزدیک به 60 نفر از مسلمانان و افغانستانی ها جان خود را، زن و مرد را دادند؟ تو برادر ما هستی، صرف به زبان دری گپ می‌زنی. بله سر. افغان هستی، از افغانستان هستی، ولی ما به افغانستان هرچی میمونیم موجود یک جد. اگر شما فقط تفاوت ما و خودتان را در نحوه گویش و لهجه و زبان ما میدانید، پس بانید که من یزارم رئیس جمهور شو، بانید که من یزارم رئیس الوزرا شو، چرا نمیمونید؟ ولی در وقت اشرفنی اگر یادتان باش اشرفنی پشتیم بود، ولی تمام خانه های پشتیم ها بمبارد میشد، خاک و وطنش اشغال شده بودن، جنگ کردن، جهاد کردن، بالاخره وطن خود آزاد کردن و امریکا به این قناعت دارد. آقای محمد خیل، حمله انتحاری فاینست وزیر اکبر خان یادتان است؟ در کدام یکی از عملات گروه حقانی امریکایی ها را کشت؟ توی عمل هم زیر اثر ما هستی که ما بخواییم در هر نقطه که بخواییم اون نقطه را بزن من همزمان بکوش ما اوتل کانتینیتال دیدین حمله باری کمپیوتر. من میگم که لعنت به این مبارزه، لعنت آقای محمد خیل، لعنت به این مبارزه ای که جان یک مسلمان را این گونه بگیره. آقای محمد خیل، یادتان میاد سالهای قبل یک خبرنگار به نام اجمل نقشبندی گرفتن و سر او را حلال کردن گروه طالبان؟ ما از کدام رایی که قدم ما داشتیم پشیمان نیستیم و در اون راه بسیار مشکلات ها را دیدیم. اما آقای محمد خیل، همین مارشال دوستان زیاد آدم مذاقی نیست. دمی آزاد کردن و بخشیدن، دشت لیلی و خیلی از جاهای دیگه نشانه هایی از عمل کرد آقای مارشال دوستان است. چقدر شما و دیگر اعضای گروه طالبان در کابل رمی گپ های آقای دوستان ترسان سد، زانوهایتان لرزان سد؟ تو خود در وقت شوروی ها جنرال شدی، در وقت اشغال امریکا مارشال شدی. مارشال رو کسی میگه که از جوجه زمین بگیره بشار الاسد چرا پوشید؟ نبود سب، نبود سب، نبود سب، نبود سب. فکر کنید امیل از خودتان فکر کنید. محمد خیلی صاحب، شما یک زن در خانه است، یک شش هفت تا طفل گرسنم دارید، مرد خانواده تان هم آقای حقانی در یک حمله تروریستی در چارهای زنبق کشته، چی میکنید؟ سبین شما سب این یک در یک دستان فرمان ملا عیبت الله، در یک دست دیگه تان طفلای گرسنه، چی میکنید؟
آقای محمد خیل، امیدوار هستم که خوب باشید و سپاسگزار از اینکه به ما وقت دادید تا در برنامه کاکتوس در خدمتتان باشیم. مطمئناً نزدیک به یک ساعت یک گفتگوی بسیار زیاد متفاوت را با شما در مورد حقایق گروه طالبان، نظام جمهوریت و پیشینه سیاسی خودتان خواهیم داشت، اما اگر اجازه بدید می‌خواهیم که در شروع بیشتر با خودتان آشنا شویم و سپس وارد سوالات جدی‌تر شویم. به طور مثال اینکه شما مدت زمان طولانی و زیادی میشه که یکی از حامیان بسیار محکم عملکرد گروه طالبان و ملا ایبت الله و رفقایش هستید، می‌خواهیم که از شما بشنویم که چه چیزی در گروه طالبان و در تصمیم‌های ملا ایبت الله شما را مجذوب خود ساخته. اما در نخست اجازه بدید بدانیم که محمد خیل کیست، در کجا به دنیا آمده و چقدر درس خوانده. بسم الله الرحمن الرحیم. لشکری طیب عزیز، سلام بر شما، برای دستکاران کاران برنامه شما و بمردم غیور و صابر افغانستان که در داخل خارج ما شما را میبینه. نام ما محمد متین محمد خیل است. ما در ولایت کابل تولد شدیم، تا سنف 4 در ولسوالی پغمان درس خواندیم و در سنف 4 مکتب ما در اونجا حریق شد. کابل آمدم در لسیو سپینکلای که آله فیلن به نام غلام آمد غبار یاد میشه، در صنف 7 در اینجا درس خواندم، از 7 به 8 حربی 16 رفتم و صنف 12 در حربی 16 خواندم. از او به بعد در سال 1365 از صنف 12 حربی 16 پاره شدم و با اکادمی پلیس امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم و در سال 1368 در اکادمی پلیس با دیپلم اعلی فارغ گردیدم که در اونجا اصولت بود که کسایی که اول نمره و دوم نمره فارغ بشه و دیپلم اعلی میگیره دوباره با صفت استاد باید در اکادمی پلیس تعیین شه. بله. متاسفانه که وقتی ما فارغ شدیم در غند 57 که در دمازنگ است و پراتیفی ما را تعینات میکرد، در اون وقت یک ما و یک همسلفی دیگه ما رحیم نام داشت که ما دریشای نو نظامی در تن ما بود، اگر نو دوم سالم فارغ شده بودیم. دیگه تنمو صاحب تنمی قماندان ما که احمد تلاش نام داشت بسیار قسم عجیب سینما سایی کرد. ما گفتم استاد خیرت است، گفت که شما چی کردین؟ ما گفتم ما ولی چیز کرده باشیم. در اون وقت یک نیوای سفید آمد، نیوا را خوبی کنید، در وقت بچه های خواب نیوا را میگشن، یک چند تا بچه ها تفنگچهی تا شدن، منم نمون نیوا شاند و رحیم رفیق منم شاند. دیگه ما را برد در داخل محل قمانده که در اونجا چند نفر جنرال ها بود، جنرال ها به یادم است، نبی عظیمی بودک، عبتاش بودک، ایزا خان بودک، گلبار سالم بودک و دریا زرمتی بوده، این مردم ها بوده. یکی از این دگر جنرال بود و دیگه جنرال ها بودن. یک جنرال از ما پرسان کرد که تو در کدام تنظیم هستی، تو اشرار هستی؟ ای رئیم رفیق ما که بود یک دفعه در ازو صدا کرد در نظام عسکری سلسله مراتب باید مراعات شود، وقتی رتبه پایین گپ میزنه باید از رتبه بزرگ اجازه بگیره. در اینجا بود که ای رئیم بر ازو گفت که تو بسیار یک آدم به نزاکت هستی، دگر جنرال شیشته تو جنرال هستی گپ میزنی. این همینجا بود که ما سگردانی بازی سر ما شد، ما را بود در بندی خانه و بندی شدید. دلیلی که شما را خواستن، دلیلی که شما را ملاقات کردن، دلیلی که شما را نبی عظیمی که بسیار زیاد شهرت بسیار به سزای در نظام و سیاست او زمان افغانستان داشت خواستن چی بود؟ چرا زندانی شدید؟ چرا شما را گرفتن؟ در اون وقت برازی ها اطلاع رسیده بودن که مثال علمی محمد متین و عبدالرحیم یا به کدام تنظیم وابسته هستن و در صنف و در وقت فراغت یا تبلیغ کردن که باید از کابل دفاع نکنیم و شما از 15 جنایی که معادل حقوق پانتون کابل است باید شما در مسلک خود باشید، شما را خلاف مسلک تعیین میکنه، تبلیغات میکنه یا مربوط در کدام تنظیم است یا اشرار است. اشرار بودید شما یا نبودید؟ بالاخره ما اشرار نبودیم و بالاخره ما با یک عضو مرکزی اسلامی چون برادر ما مسئول مالی حزب اسلامی بود از حوزه شفا که بعدا به نام حوزه وفا شد، او برادر من نام مستعارش فلتان بود. دیگه علاج نداره که ما بچه های جوان هم بودیم، نگوان کارهای که بر ما گفته میشد رو اجرا میکردیم. دیگه احتمال هم که ما بود در حزب اسلامی در حوزه مرکزی کار میکردیم.
بسیار خوب. پس شما در عین زمانی که پلیس دولت آقای دکتر نجیب بود دیگه، درست است؟ بله. شما پلیس حکومت آقای دکتر نجیب بودید، آکادمی را خوانده بودید، فوق رتبه کامیاب شده بودید، به صورت اعلی شناخته شده بودید، شاگرد ممتاز بودید. قرار بود که از شما تقدیر شود، اما به دلیل فعالیت‌های سیاسیتان که پلیس به عنوان یک فرد نظامی نباید در فعالیت‌های سیاسی دست داشته باشد، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حزبیتان که عضو حزب اسلامی بودید، شما دستگیر شدید و از نظام خارج شدید. این قبول کنید که دیگه در اون زمان اینمی تعریف یک تعریف کاملا واضح برای یک کسی بود که او را اشرار بخوانند. شما اشرار بودید سب. اونا ما را اشرار میخواندن، ولی ما به نظر ما یک روی اسلامی را پیش میبودیم و یک تنظیم اسلامی را، و ما به مخالف نظریات زیاد از یاد بودیم، به خاطر از یاد که در اون وقت اتحاد شوروی در اینجا آمده بودن، به خاطر اشغال و یا که از ما همکار بودم، ما به دیدگاه اسلامی ما مخالف از جا بودم. واقعا آقای محمد خیل، چقدر حکومت دکتر نجیب یک حکومت غیر اسلامی بود؟ شما در سال 65 فارغ التحصیل اکادمی پلیس بودید، یک انسان بالغ، هوشیار و تصمیم گیرنده برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خودتان بودید. چقدر حالایی که چندین سال از او دوران گذشته، 36-7 سال از او دوران گذشته، فکر میکنید که او زمان تصمیم درستی گرفتید که حزب اسلامی را انتخاب کردید و برگزیدید و ارجحیت دادید نسبت به حکومت وقت، حکومت آقای دکتر نجیب، و بالاخره فعالیت‌های سیاسی شما، نظامی شما و افرادی چون شما و همحزبیانتان و دیگر حزب‌های سیاسی افغانستان باعث به یک فروپاشی در افغانستان شد، باعث به داراویختن رئیس جمهور افغانستان شد، باعث هرج و مرجی شد که از اونم زمانی که اینم شما شروع کردید سب، این داستان تا اینجا رسیده و تا امروز که امروز از افغانستان آرام نشده. چقدر راضی هستید از عملکرد و انتخاب او زمانتان، و چقدر واقعا وقتی سر در گریبان میکنید پشیمان هستید؟ جناب لشکری صاحب، ما در کدام راهی که قدم برداشتیم پشیمان نیستیم، و در اون راه بسیار مشکلات ها را دیدیم. ما در سال 68 فارغ شدم و در زندان رفتم، آنتمپیای مرکز تک، ولی فعلا جنرال ها هستن، جنرال صادق شینوار، جنرال سفرانی، جنرال غیرت، فیضالله غیرت، جنرال بلاقا، همه از این جنرال شدن، رتبای جنرالی را گرفتن. علت اساسی از این بود که در اون وقت در پالوی اداره دکتر نجیب کسای دیگر استخدام میشد با نام معاون سیاسی مبلغ، و دیگر هم کسا در قریه و قصبات می آمدن، مردم اذیت می کرد. بسیار اصل در قریه ما مثالت مردم ها بردبار رسیده بودن در طویر وزارت و ریاست، که او اصلا مستری بودن، دیقان بودن، و چون که رابطه حزبی داشتن به دو خاطر یا بسیار مقامات بالا رفتن، وقتی که سابق کرد یک رواج بود تالی هم از در مردم افغانستان، هر کس که در قدرت می رسید اول عبدال عزیزاده خود بندی می کرد، دوبار اذیت می کرد. دیگه از ما را یک بیادر ما را که معلم دور افیزلامین بندی کرد، و بیادر دیگه ما در وقت تجریب بندی شده. دیگه چون در فامیل ما دو نفر که یک شستاز بود، یک استاد انگلیسی بود، یک دیگه شم بانزه اقتصاد پانتون کابل بارو شده بود، دیگه ما موزیر بودیم که رای بود. جناب محمد خیل، سوال ما بخیر دیگه چیز است؟ سوال ما این است که اول خب شما یک مقایسه را در حال انجام دادن هستید میان افراد از لحاظ سوابق و لیاقت در حکومت دکتر نجیب و خود دکتر نجیب و حزب او زمانی که شما در او فعالیت داشتید، عضو او حزب بودید، حزب اسلامی. چقدر واقعا همین روزی که شما میبینید همین آقای حکمتیار نسبت به آقای دکتر نجیب از لحاظ ملی بودن ارجحیت داره؟ چقدر همین آقای حکمتیار نسبت به آقای دکتر نجیب مردم را کمتر آزار داد؟ گوشه گوشه شهر کابل کمیل از شما زندگی میکنید، نشانه هایی هنوز هم نشانه هایی از اون راکت هایی است که آقای حکمتیار و دستور آقای حکمتیار و سوی کابل شلیک میشد. مگر یادتان رفته در سر زیرزمینی کابل یکی از همان راکت ها با یکی از میلی بس های شهری خورد و نزدیک به 60 نفر از مسلمانان و افغانستانی ها جان خود را، زن و مرد، از دست دادند؟ مگر چه برتری آقای حکمتیار یا نمیدانم فرماندهان و قماندانان آقای حکمتیار
نسبت به فرماندهان و قماندانان دکتر نجیب و خود دکتر نجیب داشتن که شما دکتر نجیب را کشتید و حکمتیار را رهبر ساختید؟ ببینید، ما در ابتدای جوانی خود که سن ما دلوه شاید 18 یا 17 ساله بوده باشه، ما یک نهضت اسلامی را اتفاق کردیم. ما شخص را نپرستیدیم، آلیا ما شخص را نمیپرستیم، ما یک نهضت اسلامی را که نهضت اسلامی در حرکت آقای محمد نبی را میگید شما؟ ببینید، حزب اسلامی بود که در رأسش حکمتیار بود. بله. کارکرد اشخاص تفاوت از ما طرفدار یک نهضت اسلامی بودیم. آقای محمد خیل، من میگم امین مرام و عمل کرده امین رهبر حزب اسلامی را شما در نظر بگیرید. امین دکتر نجیب را در یک پته ترازو بانید، آقای حکمتیار را در کدام پله ترازو میمانید؟ کدامش از لحاظ انسانی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ وجدانی، از لحاظ اسلامی نسبت به شما در حال حاضری که افغانستان را به این وضعیت میبینید و با عمل کردشان در طول جنگ و جهاد و مقاومتی که خودتان نامش میگذارید ارجحیت داره؟ شما خودتان قضاوت کنید. من میگم در حال حاضر اگر شما دو صندوق رأی داشته باشید، در پشت یکی دکتر نجیب زنده شود و ایستاد شود و در پشت دیگری آقای حکمتیار، شما هنوز هم رأیتان به صندوق آقای حکمتیار انداخته میشه؟ ببینن، ما نگاه به خود یک تفریح کنم. آقای لشکری، ما جوان 17 ساله بودم که در نهضت اسلامی شامل شدم. بعد از اینکه عملکردهای هر کس هست مربوط خودش هست، ما فعلا هم مربوط حزب اسلامی نیستیم و در مو جوانی رو بردم قصه میکنم که در جوانی ما در یک نهضت اسلامی شامل یک حوزه مرکزی بودیم، در اونجا فعالیت میکردیم. اینکه بعد هم آقای حکمتیار چی کرد، بعد هم آقای دکتر نجیب چی کرد، ما از این سلسله باز دور شدیم. اما آغاز راه سیاسیتان و فعالیت های سیاسیتان عضویت در حزب اسلامی بود، حزب آقای حکمتیار بود؟ بله، تقاضای ما بود که یک دولت اسلامی بیاید، یک شریعت تافت شود، یک حکومت اسلامی باشد. مگر حکومت آقای دکتر نجیب حکومت اسلامی نبود؟ خب آقای محمد خیل یکی و خلاص بر من یک سوال جواب بدید. امی دکتر نجیب به نظر شما یک مسلمان بود یا نبود؟ خلاص. خب ببینید، ما به تعقیب شما این گپا چیز میشد که باقی مانده از یاد که راه را آماده داخت که شورویات افغانستان آمد و بسیار مردم را اینجا کشت، بسیار خرابی ها کرد. بنان دو وقتی که ما جوان بودیم دمو مفکره بودیم که یا باقی مانده شوروی هستن و یا را آور کنن برای از اینکه تا شوروی در افغانستان حمله بکنه و باید تبایی 2 میلیون انسان شود، 1 میلیون جهید زخمی شود، مردم مهاجر شود. آبل از این کلش ما دکتر صاحب نجیب هم میدیدیم. اما طوری که طالبان و رهبران طالبان، ملا محمد عمری که حالا زنده نیست، ملا هیبت اللهی که حالا رهبری داره، سراج الدین حقانی که حملات تروریستی پیاپی را در شهر افغانستان برای انداخت، همونطور که اینها تبلیغ میکردن تا جنگجو در برابر حکومت آقای کرزی و حکومت آقای غنی جلب و جذب کنن، او زمان هم آقای حکمتیار با همین تبلیغ ها شما را در برابر دکتر نجیب ایستاده کرد. همونطوری که اگر قرار باشه که دکتر نجیب مسلمان نباشه به دلیلی که راه را برای شوروی باز کرده، من میگم خی پس برابر این با توجه به صحبتهایتان آقای استاد ربانی که او هم حالا زنده نیست، او هم مسلمان نیست که دیگر راه را برای امریکایی‌ها باز کرد که امریکایی‌ها به افغانستان آمدن. این دیدگاه شما در مورد استاد ربانی، پروفسور استاد برهان الدین ربانی و دکتر نجیب تقریبا مشابه هست دیگه آقای محمد خیل. لشکری صاحب، ببینن الان رب العزت تا وقتی که کسی را عزت بده، امی استاد ربانی شهید، مردم کالایش را میبوسیدن، از حکمتیار هم کالایش را میبوسیدن که یا فاتحین اسلام هستن. ولی که بعدا چی رقم هست تا این زمان تا شما تا زلو یکی زلت باز چی رقم بیت او را ما تحقیب نمی کنیم. یکی استاد ربانی موقفش قبلا چی بوده؟ یک حقیقت هست اگر ما شما قبول بکنیم یا نبینیم، یک کسی که در مقابل یک اشغال مبارزه میکنه، آیا اشغالگر دومه که شما میفهمین امریکا هست که نه از طریق یک معاهده به افغانستان آمد، بلکه از طریق فضا و زمین تا دندان مثلا آمد و خودش بارها نشکریدم شد گفتم که ما نه به اجازه کسی به افغانستان آمدیم و نه به اجازه کسی از افغانستان میریم. این آیا مانا اشغال نمیده؟ بسیار خوب.
شما من متوجه صحبتهایتان نشدم. شما فکر میکنید دلیل حضور دور دوم خارجی ها در افغانستان در این دهه معاصر یا این تاریخ معاصر آقای ربانی و همیاران و همقطاران آقای ربانی رو میدانید یا ملا محمد عمر و ملا عبت الله رو میدانید؟ خب ببینین در اون وقت هم در وقتی که شورویان را به افغانستان آورد یک مشت مردم رفتم و برازوا گفتن که کل افغانستان در اختیار ما هست، شما بین در افغانستان هیچ گپی نمیشه، باز میتونه شما با اهداف استخباراتی و گرم و کجا کجا خدا برازوارین. و اون مردم صحیح سنجش نکده بود و اون وقت شورویان میگفت که ما مطابق ماده 51 ملل متحد به افغانستان آمدیم و باز هم این قصه در بود تکرار شده بود. یک مشت مردم رفتن گفت که افغانستان در اختیار ما هست، ما خود ما در بین مردم ریشه داریم و بالاخره پای امریکا را بار دوم در افغانستان آورد و یک بازی کلان استخباراتی بوده که ما بانه کردن که ما اسامه بن لادن از بین میبریم، در حالی که اسامه بن لادن در افغانستان نبود، در جایی که یا باز اسامه بن لادن از بین بود ارتباط پشاور بوده. اما آقای محمد خیل، فکر نمیکنید تحلیلتان شما از زاویه مخالف یا از سر مخالف دوربین به داستان مینگرید، تحلیلتان شاید کمی مغرضانه و طرفدارانه باشه به سود طالبان، به دلیلی که من میگم تحلیل من به عنوان خبرنگار این است که اگر ملا محمد عمری نمی بود، اگر یک گروه تروریستی نمی بود، اگر پیوند سیاسی و حتی خانوادگی با القاعده توسط گروه طالبان نمی بود، حتی اگر رفت آمد گروه القاعده در افغانستان از آدرس طالبان نمی بود، اگر ایمن الزواهری را که زدن در کجا زدن چطور زدن نمی بود، اگر اینها نمی بود، خب امریکایی هم نمی آمدن به افغانستان از چند هزار کیلومتر آن سوتر. پس بنابراین من میگم یکی از دلایل حضور امریکایی‌ها در افغانستان و خارجی‌ها در افغانستان به همان اندازه‌ای که به قول شما برهان الدین ربانی سهم داشت، شاید بیشتر از او ملا محمد عمر سهم داشت که راه را با برداشتن سلاح به جان افغان‌های هموطن خود برای امریکایی‌ها باز کرد. قبول میکنید این را یا نه؟ لشکری سر حالا اگر بر اساس و بنیاد ببینیم چرا یک کسی به نام ملا محمد عمر مرحوم با وجود بیاید، دلیل از یه چی هست چیز مطالعه عمیق بکنین، چرا یک گروه به نام یا یک تنظیم به نام طالبان با وجود بیاید، علت با وجود آمدن یکی از پاسخهایتان میشه این باشه، شاید هزاران پاسخ در برابر سوالتان وجود داشته باشه آقای محمد خیل، اما یکی از بدبینانه ترین پاسخ ها میشه این باشه که ایجاد گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر برای پیشبرد اهداف کشوری مثل پاکستان و ایسایی بود. شاید این باشه، شاید من جواب میدم که شاید اگه این باشه با طال روابط امارت اسلامی با پاکستانی ها بسیار خوب میبود، باید پاکستانی ها ملا برادر در کراچی دستگیر نمیکرد، باید او را غراب نمیکرد، او را برای یهودا تسلیم نمیکرد، باید امیال در خط جنگ نمیشد، خطای ما بیخی اعلامی بودک، دروازه باز می بودک. امیال شما میدونیم که چقدر خساره برای تجارای ما در دورخم رسیده، چقدر مالای از همین موسم انگور از موسم کچاری پیاز از فراورده های زراعتی ما هستک، چرا باید دمی وقت را بند شود؟ ببینیم در کراچی 2000 کانتینر ما افتاد مانده، اگر پاکستان دوست می بود که باید دوستانه کرد ما پیش می رفتن دیگه، چرا شما فکر میکنید شما می بخشید آقای محمد خیل، شما مصاحبه وزیر دفاع پیشین پاکستان وزیر دفاع آقای عمران خان را ببینید دیگه، مصاحبه شه وزیر دفاع پاکستان میگه که عمران خان نقش اصلی سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را داشت و حمایت پاکستان و ارتش و آیسای و دولت پاکستان و شخص عمران خان باعث این شد که طالبان به کابل برسه. وزیر دفاع پاکستان آنچنین میگه ما دوست هستیم، برادر هستیم با طالبان. شما میگید نیست؟ ببینین لشکری صاحب، اگر دمی وزیر دفاع پاکستان بکنه بگو شما در بین وطنتان چند تا حکومت هستگ؟ یک حکومت نظامیگرا هستگ، یک حکومت عمران خان هست، یک حکومت جی جی پیست،
بارها ما از یک وطن تیر صدارا شنیدیم. حال شما ببینین عمران خان سر چند تا بندی استک می کنین سر چند دلار بندی استک 320 دلار. در حالی که گناه از چی استک؟ گناه از چی استک؟ نماینده مردم پاکستان استک. وقتی که پول کار میشه باز با IMF بانک عمران خان پیش میکنه میگه این نماینده مردم ما استک بری از دی بر ما قرضه بده. وقتی که قرضه نمیگیره عمران خان با معنای دی که این هدیه ها را گرفته هدیه چقدر یک لکن دار یک لکن دار چقدر دلار میشه 320 دلار. یک آدم با لحاظ خدا دو سال قرد با 320 دلار میکشه بدون اون بودجه داخلی خود داره. البته صفحه اتهامات آقای عمران خان بی بی سی رو شما مطالعه کنید چیزهای خیلی متفاوت تر از 320 دلار و یک لکل دار است. اما به هر صورت آقای محمد خیل بیایید که کمی وارد بحث امروز افغانستان شویم. این پیشینه سیاسی خودتان، عضویتتان در حزب اسلامی، مشروعیت اسلامی و انسانی آقای حکمتیار برای رهبری یک جنگ در برابر یک دولت، اینکه از همان زمان تباهی و جنگ در افغانستان و جنگ‌های داخلی آغاز شد، چه پیامدهایی داشت، چند صد هزار افغان کشته شد، چند میلیون افغان مهاجر شد، چند میلیون افغان زخمی شد، چند میلیارد دلار به افغانستان آسیب رسانده شد، چند صد سال افغانستان از علم، تکنولوژی، پیشرفت، فرهنگ، ترقی دور ماند. همه اینها به گریبان کسانی مثل آقای حکمتیار و شما و کسان دیگر است که مطمئنا در اون دنیا اگر باشه، در سر پل صلاتی اگر باشه، دست مردم افغانستان به یخنتان است. من امیدوار هستم که برای من، نه برای اون دنیا، جوابای بسیار خوبی داشته باشید آقای محمد خیلی. اما بیایید که از این داستان‌های دوران حکومت آقای دکتر نجیب بگذریم، برسیم به حکومت دوران آقای ملا هیبت الله. آقای محمد خیل، اگر شما بخواهید به عنوان یک آگاه امور، به عنوان یک فعال امور، به عنوان یک تحلیلگر مسائل امروز افغانستان و به عنوان کسی که داستان‌های ملا هیبت الله را مرور می‌کنید، یک تعریف کوتاه در یک جمله از آقای ملا هیبت الله و حکومت و گروه طالبان داشته باشید چی است؟ تعریف شما در یک جمله در برابر گروه طالبان. بعد از سوال شما میم یک تصریح بتم در سوالایی که یخن مردم در گردن ما تمور باید یک تصریح بتم. آقای لشکری، ما وقتی که از اون وقت جوانی ما به نهضت اسلامی بودم و وقتی دیدم دین ایدئولوژیکی من با مساوی بوده که در وقت امارت اسلامی که در اینجا در شهر کابل بسیار جنجالا بودن، مردم مسئول میشدن، در این راه جلال آباد هم که میرفت یک هفته هشت جای مسئول میشدی، اگر در راه شمالی هم سمت شمال هم میرفتی مسئول میشدی، دین ما با می تنظیم یا با می امارت اسلامی امون وقت جور بود که مطمئن یک کار باید شود، دم از جا گرفته شود، بالاخره تا چی وقتی دوام پیدا میکنند؟ سیاسترا بسیار وضعیت خراب داشت، مردم در پل محمود خان عریضه میکرد برای استاد ربانی شهید که میگفت اینجا موتر مره کرده، استاد ربانی شهید میگفت که سایه مسئولیت منه، سایه دوستم هستک. دیگه ما خود محمود یک نظر داشتیم که باید یک رای حل برای افغانستان جور شد. وقتی که ملا محمد عمر مجاهدی کار شروع کرد، دیدی ما که رضی هم بود، بعد از ما به این امارت اسلامی هم نظر بودیم تا به حاله. میرم سر سوال شما. یک جمله رو من به صحبتهایتان اضافه کنم. من یک مصاحبه انجام دادم امرای زرداد فریادی، میشناسید شما دیگه؟ نه، هم ازبیتان بودم. میشناسیم دیگه. چه کرده بودید؟ سب تل بزور میگرد من از آدمی ترخم تل میوردم در اون تل هم در موتر هم دفتادم گفت مال والا را خوش هست. من که تا شدم گفت چی بار کریم؟ من گفتم ایچی کمی تا شد یه خشت پخته را گرفت، یه کانتینر ماندگی بود اگر درات باشد و پیشونی پخته شد. من گفت که کانتینر میدم اینجا میگفت خشت این پشت پشتی مازاره میگفت. دندان خانه گرفت جناب محمد خیل؟ داشت گندمگیرم داشت دو نرسیدم. من امروز زرداد فریادی خود سالهای سال در لندن زندانی بود، توسط امریکایی‌ها و انگلستانی‌ها دستگیر شد و بعد محکمه شد و بعضی داستان‌های دیگه. یکی از فرماندهان و قمندان‌های به نام آقای حکمتیار بود، قبول دارید دیگه؟ یعنی اگر آقای حکمتیار در یک جایی به مشکل می‌خورد میگفت زرداد برو برادر احمدشاه مسعود آمده تا پروانه، برو رایش بگیر. خود زرداد در مصاحبه با من قسم میکنم میگه به خدا قسم امی حکمتیار بر من میگفت که میگفتم که عسکرای من آشه و عباده ندارن، نان خوردن نداره، گفت حکمتیار بر من میگفت که دوزی کن، رای موترا رو بگیر، تل شانه بگیر، خرج جنگ تینمی تو پره کن.
یک رهبری که شما هم عضو حزب بودید وقتی فرمانده خودم میگه دوزی کن، من دیگه ده او رهبر او رو او آدم رو رهبر گفتن نمیتونم. بسیار خوب، بیاید از این داستان یک کمی عبور کنیم. تعریفتان در یک جمله از حکومت آقای ملا هیبت الله و گروه طالبان چی است آقای محمد خیل با توجه به 2 سال حکومتشان در کابل؟ ببینن ابتدا از این خب شما لشکری در دمی کابل بودیم، ما هم خسته و گرسته در کابل می آمدیم و می دیدیم و می بودیم در اینجا اکثر وقت در دوبای می بودیم و برای کس کار نداشتن. مطلب ما دیگه که تعریف مادی از حرفا از امارت اسلامی، امارت اسلامی یک نقطه باید بگویم که از آوانش تا وقت آمدنش با کابل یک چند کاری کرده که او بسیار قابل قبول است. یکی که اگر بیاد شما باشد در افغانستان همه این گروه ها و مردم به زبان ها و قوم ها و ملت ها تقسیم شده بود و یک اصطلاح امریکایی ها بوده که میگفت که رئیس جمهور باید پشتون باشه، معاونش تاجک باشه و دیگه هزاره باشه، ترکیب ملیتی در اینجا در نظر گرفته شد. کل البیره به نزدیک تجده برده بود، حتی این که یکی دار از برادرهای ما میگفت که من افغان نیستم، یکی میگفت که من از افغانستان. خب بالاخره ما را از تجده نجات داد. یک مسئله بسیار مهم. آقای محمد خیلی اجازه است قدم به قدم پیش بریم. مهربانی. این تعریف شما اصل تعریف یک حکومت دیکتاتور است. تعریف شما تعریف بسیار مشخص در مورد حکومتی مثل کره شمالی است. یعنی چه در یک کشوری من به عنوان یک شهروند در یک کشور زندگی میکنم، من میخوام که نماینده قوم خود را در حکومت ببینم. خب این کی میتونه حق مرا بگیره؟ من میخوام بگویم که برادر تاریخچه، من میخوام بگویم تاریخچه یعنی خاک نامش خراسان است، کی میتونه نام جلو مرا بگیره؟ اگر کسی جلو مرا به زور شمشیر میگیره، او حکومت برادر حکومت اسلامی نیست، او حکومت انسانی نیست. اگر یک ازبک نتونه نماینده خود در دولت ببینه، اگر یک تاجک نتونه ببینه، اگر یک هزاره نتونه ببینه، آقای محمد خیل حکومت و تعریف شما از حکومت طالبان بسیار نزدیک به حکومت آقای کیم جون اون است. لشکری صاحب عزیز تشکر از نظرتان، بسیار نظر نیک است، نظر به خودتان، ولی نظر ما چیز دیگه است. من میگم تو برادر ما هستی، صرف به زبان دری گفت بزنی. بله سر. افغان هستی، از افغانستان هستی، حالا نام افغانستان که هرچی میمونی موقع جا گرد. خیلی من یک نظر دارم براتان. 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 چرا می برادر ازارتان نمیمانید که رئیس الوزرا شوه؟ به خدا قسم براتان ازارا معرفی میکنم که هم از لحاظ علم دینی، هم از لحاظ علم اکادمیک، هم از لحاظ علم ساینس، هم از لحاظ بررسی تاریخ بسیار زیاد ارجحیت دارد نسبت به ملا حسن آخوند. چرا وقتی ملا هیبت الله از یک قوم از رئیس الوزراش نباید از دیگر قوم باشه؟ چرا نمیمانید؟ اگر این وطن از کلگیست، اگر شما فقط تفاوت ما و خودتان را در نحوه گویش و لهجه و زبان ما میدانید، پس بانید که من هزارم رئیس جمهور شوم، بانید که من هزارم رئیس الوزرا شوم. چرا نمیمانید؟ چرا نمیمانید ما وزیر دفاع شوم؟ چرا ما را نمیمانید وزیر داخله شوم؟ چرا یک ازبک را نمیمانید؟ چرا یک تاجک را نمیمانید؟ ببینین جناب لشکری صاحب، امیال یک برادر ما بسیار آدم مسلکی هست، در وزارت هست، یکی معین مسلکی هست از برادرهای ازاری ما، و ما به این نظر هستم که هیچ وقت هر حال در وقت اشرف غنی اگر یادتون باشه اشرف غنی پشتون بود، ولی تمام خانه های پشتون ها بمبارد میشد، تمام خانه های چوبار بلای خانه بمبارد میشد. قطعاً بعد از سال 2011 بعد از سال 2011 و 2012 قطعاً بمباردمان های هوایی امریکایی ها بند شد. قطعاً بند شد. این وزیر دفاع امریکا میگه، رابرت گیت میگه، بخوانید کتابش، مصاحبه آقای کرزی را بشنوید. قطعاً بند شد برادر. هیچ کس اجازه نمیداد. کی بود؟ اگر در دوران آقای کرزی اجازه میداد که امریکایی ها گفتن ما در هفته یک تا ولسوال طالب را میکشیم، اگر این را به روز یک تا برسانیم و کشتن والی طالب را به هفته یک تا برسانیم، در ظرف 3 سال تا 4 سال گلیم طالب را جمع میکنیم. همین آقای کرزی نماند. همین آقای کرزی در سال 2004 2005 2006 نماند. طالب در سال 2020 آمد، خود چه بندی ساخت، اشرف غنی رفیقش دوان حکومت پس گرفت. نه قطعا نشد. من میگم آقای محمد خیل، من میگم بحث این چنین پیش ببریم. تعریفتان در یک جمله از حکومت آقای ملا هیبت الله و
گروه طالبان اگر این است که حکومت را یک دست ساخته، من هم با شما موافق هستم. یک دست ساخته اما از یک قوم ساخته. دیگر اقوام افغانستان را عقش پایمال کرده. این شما هم قبول کنید. خود سوال من اگر بشنم جناب لشکری سر. ما برد یک قوم پیزنم یکی خو اگر کسی یا ما که میگم که رای ما رای اسلام است در اسلام میار تقواست. خدا کنه که تو خوب آدم منطقی مسلمان باشی. از هر زبانی کردی زبان مهم نیست، قوم مهم نیست، ملیت مهم نیست، نجات مهم نیست. 100%. فقط آدم با تقوا، آدم چیز فهم متخصص، نیکنام. اینمی هر کس شما ببینید در امارات اسلامی برادر ما که معاون چیز است از برادرهای ازبک ما هستک، برادرهای از داره ما انفی، برادر دیگه ما چیز است در وزارت اقتصاد موین مطلقی و با صلاحیت آدم است. و مثل ازی چندین طور ما آقای لکری برد میگم آره اصله برنامه خودت کم است. خلاص کسی که معتقد به این است که در اسلام معیار تقوا است، آقای محمد خیل، اگر واقعا معیار حکومت طالبان و گروه طالبان برای دادن کرسی به اقوام تقوا باشه، من میگم تمام هزارها و ازبکا و تاجکا کافر هستن. که رهبرم ملا عبت الله باشه، رهبرم برادرتان اگر از کافر است، خواهی که برادر خود که اگر معیارتان تقواست، یک تا معین دارید تنها از یک قوم، یک تا معاون دارید تنها از یک قوم. اگر محمد خیل صاحب معیارتان تقواست، من میگم که ملا عبت الله چقدر انسان با تقواست، من میگم که رئیس الوزراء ملا حسن آخوند چقدر انسان با تقواست. تو گردنتان محمد خیل صاحب انسان با جرأت معلوم میشید. سراج الدین حقانی چقدر انسان با تقواست؟ آقای ملا یعقوب با این سن و سال خود چقدر انسان با تقواست؟ آیا اگر واقعا معیارتان تقوا باشه، نسبت به ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر، نسبت به سراج الدین حقانی فرزند جلال الدین محمد حقانی، دیگه هیچ با تقواتر در کل افغانستان ریافت نمیشه؟ دیگه اقوام هایش متقوا ندارن محمد خیل صاحب؟ ببین لشکری صاحب عزیز، یا قصای هستم که واقعا مرکت در تلویزیون با چیزم بحث داشتیم با ملای خوبم، و یا قصای هستم که تمام فامیل در ملای اسلام اگر یک آدم تقوا نداشته باشه جان شیرین خود در شهادت نمیده، با تقوا هستن، پرهیزگار هستن. یکی خلاص گپ خودت برن، این اداره سرپرست است، امکان داره در اداره از بین رفتن اداره سرپرست تمام گپات میدینی در برادرای از داره ما، از برادرای تو ما، از برادرای تو جایی که محمد خود را در اداره ببینن. بسیار خوب آقای، اول خو یک چیز را ما بسیار واضح بگویم برادر، یک داستان را ما بسیار واضح بگویم. بحث ما با محمد خیل صاحب اگر کمی بر روی اقوام های با افتخار و با عزت افغانستان محدود میشه، او به این خاطر هست که بحث امروزی است. من به تمام اقوام افغانستان احترام دارم. من فکر میکنم افغانستان در شرایط زیباست که قوم پر افتخار و بزرگ و با عزت و رادمرد افغانستان قوم پشتون باشه، قوم با افتخار و با فرهنگ و با ادب افغانستان قوم تاجک باشه، قوم با سواد و با علم و با فرهنگ و با تمدن هزاره باشه، قوم بسیار دوست داشتنی و بسیار زیاد ساده زیست و بسیار زیاد با فرهنگ و با ریشه و متمدن ازبک باشه و دیگر اقوام افغانستان هم باشن. اگر ما بحث اقوام را در حال حاضر پیش میبریم، با او به این خاطر است که ما به نمایندگی از 30-40 میلیون شهروند افغانستان در اینجا نشستیم، دو نفر با یکدیگر بحث میکنیم تا به نتیجه برسیم. اگر نه مای مختار لشکری نسبت به یک قوم مشخص سوی زن دارم، نه مطمئنا آقای محمد خیل. ما در مورد حقایق، تنها در مورد حقایق بحث میکنیم. آقای محمد خیل، یک سوال دیگر هم برام جواب بدید. شما گفتید که اینها تمامشان کسایی هستند که نمیدانم خانواده شان در راه اسلام به شهادت رسیده، این که
راه اسلام واقعا همین راهی بود که اینها تعیین کردن یا نکردن را میخوایم از شما بپرسم. آقای سراج الدین حقانی، معالی رئیس وزارت دفاع فکر میکنم و چند نفر دیگه از بزرگان امارت اسلامی و گروه طالبان در لیست تروریستان بین المللی قرار دادن، برای به دست آوردنشان و یا آدرس مشخصی از آنها جایزه هم تعیین کرده بود زمانی دولت آمریکا. و خب تروریست بودن تعریف جهانیش این است که یک کسی تعدادی از افراد را که غیر نظامی هستند بیگناه بکشه و جان آنها را بگیره، که این کارها در کابل و در جای جای افغانستان بسیار زیاد شد. شما هم مطمئناً تایید میکنید. چقدر با شیوه مبارزه گروه طالبان، مخصوصاً گروه حقانی که پیچیده ترین حملات تروریستی را در افغانستان پایه‌گذاری کرده بودند در 20 سال گذشته، موافق هستید؟ آیا واقعاً فکر میکنید که اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد مصطفی زنده می بود و در حال حاضر زندگی می کرد و حیات می داشت، این عملکرد گروه حقانی و سراج الدین حقانی را تایید می کرد و می گفت آفرین، امی راه اسلام و امی شیوه مبارزه در اسلام است؟ لشکری صاحب عزیز، بازم زیاد تشکر، سوال خوب است. ما می خواهیم که از امی آینه که دیگه عزاوی دیگه با خودت و تمام شنوندگان بفهمانم که یک گپ شما متوجه باشیم که تعریف تروریست به شکلی که خودت میگی ما موافق به اون نیستم، به خاطر اینکه شما دیدین در طول 20 سال آمریکا با کدام کشورهایی که حمله کرد، با کدام رهبرهایی که پشت مثال بشار الاسد مستطور مثال صدام حسین بله با تاور مثال توطئه لیبیا قذافی را ببینن، به عراق هم لکدن که ما این سلاح جمیر از بین میبرم، ناموس با سوریا و دیگه. به نظر ما اون مردمی که در خانه خود شیشته بود و تیاره درش بمبارد کرد و کشتش از بین وقت در عراق از اگر در سوریا دیگه، به نظر ما تروریست ها واستن. بالاخره من افغان که تو مرا میکشی، ما باید چی بکنم؟ بالاخره ما با ما میمانم در دل تو تیاره جور کردی، تیاره بی سرنشین میایید کرد، تیاره بین دوری میکنی. ما مجبور هستم که اثر جان خود بشم و دفع حمله تو را بکنم. و شما میفهمید که با از این که امریکا از افغانستان بر آمد چقدر در ستیج بین المللی هویت خود را از دست داده. شما میبینید که در جنگ اوکراین چقدر که ناتو غالمغال کرد که ما متحد شویم، هیچ کس متحد نشد. و دیگر متحدین ناتو هم نمیخواد که بج نو برازیا باج بده و این قلدری خود کنه، بدماشی خود بکنه. اما تو جامعه اروپا هم نگه برای امریکا باج نمیده، اما تو کشورهای بریکس هم از خود کرنسی جور میکنه و دیگر نمیخواد که دلار بچله. بنان امریکا در تمام استشهای بین‌المللی امو قوات چیزی که در سال 2001 داشت حالی نداشت. بالاخره من افغان چی بکنم؟ هر روز امریکا را بانو بذاریم با بمبار بکنم که یاد شما لشکری بید افغانستان است در شهر کابل، شهر مزار، شهر جلال آباد، شهر ایران. فکر نکنین 6,52,000 کیلومتر مربع شهر افغانستان اراضیش است، 38,000 قریه چیز است. ببینین این امایزی بمبار بشد خانه سگاره میورد، سگاره در خانه مردم دریش میکرد، سیاسرهایی که چادر بیرون کس نمیدید در بوده کرد سگ دلاشیم. بالاخره ما چی باید میکنم؟ سعی میکنم طرفش؟ بالاخره یک افغان دیگر چی میکرد؟ بالاخره باید بلایقوب چی میکرد؟ بالاخره باید خلیفه صاحب چی میکرد؟ خب بالاخره ما مجبور شدیم که بودیم، ما ای جان ما دیجا باشه، خانه ما کده سگ دلاشی بشه، ما به درد نمیخوریم، سر ما زد که امیر اسلام خیمان ببریم. بالاخره تا که در صفوف امریکایا یک قسم ورخطایی و ترس در اونجا افتاد، آمد که ما در چیز میشینیم در معاهده. اگر نه هیچ کس با میلیاردار دلار که یک کشور اشغال بکنه باز کده در معاهده نمیکنه. گفتی خودت 20 میلیارد دلار هم جایزه با اون بازیلان هم که یا تروریست هستن. چگونه تروریست با صابون پاک شد دوباره طبیعه از افغانستان شد که حال کدش تجارای میاید اینجا میشینه و میخواین که این قابل سوال است. حمله امریکا بالای افغانستان، بالای سوریه، بالای عراق، این همه از این یک سبقه قانونی و شرعی و اسلامی و غیر اسلامی، غیر اسلامی از بین الدول ایجاب از این نمیکنه.
گفتی که من در عراق صلاح اسلامی و ذروی از بین کجا بود؟ گفتی که در افغانستان ما زمان بن لادن از بین کجا بود؟ نبود سب. حالا من میخوام یک داستان برتون، یک سوال دوباره از پشتون، بپرسم. آقای محمد خیل، امریکا و امریکایی‌ها هر چه کردند در افغانستان مسئولیت پاسخ دادن به عهده خودشان است و ما فقط میخوایم که از شیوه مبارزه طالبان در برابر امریکایی ها ازتون بپرسم. آقای محمد خیل، حمله انتحاری فاینست وزیر اکبر خان یادتان است؟ حمله انتحاری چارایی زنبق وزیر اکبر خان یادتان است؟ حمله انتحاری مساجد غرب کابل یادتان است؟ حمله انتحاری زایشگاه غرب کابل یادتان است؟ در کدام یکی از این حملات شما امریکایی ها را کشتید؟ در کدام یکی از عملات گروه حقانی امریکایی‌ها را کشت؟ در ماه رمضان در چارایی زنبق مسلمانانی که زبان روزه دارند توسط یک حمله انتحاری و تروریستی کشته میشند و گویا هدف هم این است که یک ذره چش از امریکایی‌ها بگیرند، در حالی که یک ماه قبلش سفارت‌های غربی و به قول گروه طالبان و رهبرانشان کفار از این حمله تروریستی خبر بودند، سفارت آلمان هم جای را خالی کرده بود، سفارت قطر و امارات و این سفارت هم که در اطراف چارای زنبق بودند جای را خالی کرده بودند و فقط در اونجا افغان ها کشته شدند. این برنامه را خانواده و افغان هایی که در اون حمله جان خود از دست دادند میشنوند و میبینند. ما میخوایم برتان بگویم که کدام یکی از اینها آمریکایی بودند. نامشان محمد بود، نامشان علی بود، نامشان ابوبکر بود، نامشان عثمان بود. کدامشان نامشان جیمز بود، کدامشان نامشان ترامپ بود، کدامشان نامشان اوباما بود، کدامشان نامشان بایدن بود؟ هیچ کدامشان. آقای محمد خیل، یادتان میآید سالهای قبل یک خبرنگار به نام اجمل نقشبندی گرفتند و سر او را حلال کردند گروه طالبان. او اجمل نقشبندی نامش اجمل بود، تخلص نقشبندی بود، اون نه نامش جیمز بود نه ویب بود، هیچ چیز دیگر نبود. ما حالا ازتان میخوایم بدانم که من یک سوال بسیار واضح از پشتان پرسیدم به عنوان یک مسلمانی که عمر خودت گفته خودتان در راه مبارزه برای رسیدن به اهداف اسلامی تهی کردید، از پشتان بپرسم اگر واقعا پیامبر اسلام در حال حاضر در حیات می بود، واقعا همین شیوه مبارزه آقای سراج الدین حقانی و ملا عمر و ملا ایبت الله را تایید میکرد، یک بله و نخیر بگویید. اگر گفتید بله میریم به سوال دیگر، اگر گفتید هم نخیر میریم به سوال دیگر. اما فکرتان باشه و فراموش نکنید که دفاع کردن شما از نوع حملات تروریستی گروه حقانی و گروه طالبان در کابل، شما را شریک جرم آنها و شما را شریک جرم خون او بیگناه های میسازه که در کابل و در شهر افغانستان ریخته شد. بفرمایید. لشکری عزیز، ما تسلیت میگم به تمام شهدایی که از دمون وقت با بینامیال از 45 سال دیگه وطن شده، ولی اگر بر مبنا و اساس ببینیم آیا چرا باید چوری زنبق مورد هدف قرار بگیرند، در صورتی که در چوری زنبق مردم های مسلمان بوده و امریکا در افغانستان نبوده و این کمپ امریکایی بود سب، کمپ ایگل بود سب. کمپ ایگل بود، سفارت آلمان بود، سفارت فرانسه بود، سفارت ایتالیا بود، اما یک دروازه ورودی داشت. اگر خودتان دیده باشید اون زمان، حال خود نمیدانم که کابل چرا خم شده، من دو سال است که نیستم، در اون زمان یک دروازه ورودی کانکریتی داشت، اما دان دروازه هم تانکر خود انفجار داد، داخل نتانست برد. ببینید، ما در اونجا وقتی که اشرف غنی میاره و میگه که ما وزیر اکبر خان گرین زون جور کردیم یا زون سایه سبز جور کردیم و ای امنیتش 40% جور دروازه مونده و ای بالاخره در مقابل یک بازی استخباراتی که در اونجا امریکا، انگلیس، فرانسه، جرمنی، چلو چند کشور دیگه بور جور میکنه، اشرف غنی او را اعلام میکنه، چی رقم بر از یه آدم بفهمته ایست که مردم بیگناه کشته شده، خداوند بر از اجر عظیم نصیب بکنه، خداوند یارا ببخشه، باقی خداوند وارا از اموت غم نگاه بکنه، بالاخره چی رقم یک تیم استخباراتی نشان بده که نه تو در گرین زون نیستی، تو امیال هم زیر اثر ما هستی که ما بخواییم در هر نقطه که بخواییم اون نقطه رو بتزنیم. همزمان بگو شما هتل کانتیننتال دیدین، حمله با کانتیننتال میمونا در اونجا بود. صحیح
ولی عامل تمام بدبختی افغانستان در طول 45 سال اشغالایی بود که از طرف شرق غرب بالای مردم تخت. شما میگید دو عملات انتحاری کار گروه طالبان نبوده، کار غربی ها بوده، کار گروه های استخباراتی خارجی بوده؟ ببینید، من میگم که وقتی گروه استخباراتی خارجی میگه که ما تمام امنیت را گرفتیم، ما تا دندان مثلثیم، ما میلیاردها دلار و وزیر اکبر خان ما گرین زون جور کردیم، ساحه سبز است، و یک استخبارات امارات اسلامی دو تا نفلان های دوار مایده بکنه و چی رقم بر از یا ثابت بزنه که نه تو آرام نیستی، هر جایی که تو بگویی من اونجا بر تحت تهدید گرفته میتونم. به من عامل تمام بدبختی های افغانستان بلاک های شرق غرب بوده که بالاخره مردم هم دچار مشکل شد. شما میگید گروه بخش استخبارات گروه طالبان برای اینکه به امریکایی ها و به حکومت آقای غنی نشان بدن که گرینزون شما هم قابل ورود هست و قابل عبور از دروازه های مغناطیسی تان هست، یک حمله را در چارایی زنبق ترتیب میتن تا قدرت خود بر رخ غربی ها و بر رخ آقای غنی بکشن. آقای محمد خیل، برید در یوتیوب و در گوگل هست عکس های حمله انتحاری ببینید. من در جای کار میکردم که در سر کوچه از امو دفتر همین حمله انتحاری شد. شما میفهمید که تا صدها متر آنسوتر، صدها متر آنسوتر تمام خانه ها تخریب شده بود، در و دروازه ها ریخته شده بود و انسان ها یا کشته شده بودن یا زخمی. من میگم که لعنت به این مبارزه، لعنت آقای محمد خیل، لعنت به این مبارزه که جان یک مسلمان را این گونه بگیره. بسیار خوب آقای محمد خیل، در جایی شما گفته بودید که افغانستان در حال حاضر یک کشور بسیار زیاد امن است و این درگیری های مرزی به دلیل واکنش کشورهای همسایه در برابر افغانستان است. دوستان بسیار ماکم داشتید شما سب، دوستان تا نتو دوستای ماکم بودند که شما را سب و آقای ملا آیت الله را تا قندار و آقای ملا برادر را تا کابل رساندند، مثل ازبکستان و تاجیکستان و حتی روسیه و ایران، و حمایت آنها و پاکستان باعث شد که زادگاه و خانه افغانها دستخوش تحولات سیاسی بسیار عمیق شود. اما دقیقا با تمام همان حامیان دیروز گروه طالبان امروز درگیر هست، با همان ایرانی که در تهران طالبان را یک جنبش اصیل منطقه‌ای و یک مجاهدین اسلامی، مجاهدین واقعی خواندند، با همان پاکستانی که سالهای سال از گروه طالبان حمایت کردند، با همان ازبکستان و روسیه که محل رفت آمد رهبران طالبان بود، با همه اینها این در این شب و روزها درگیری ها جریان داره. من میخوام بدانم که بالاخره چه خواهد شد؟ آیا افغانستان یک بار دیگر محل تاخت و تاز گروه های تروریستی به کشورهای همسایه خواهد شد یا خیر؟ لشکری صاحب عزیز، یک خوب وقت پیشتر هم اینه تصحیح کردن، یک بار دیگه هم تصحیح میکنیم که در افغانستان ترورست ها نه بلکه مردمی بود که بخاطر خاک و وطنش اشغال شده بودن، جنگ کردن، جهاد کردن، بالاخره وطن خود آزاد کردن و امریکا به این قناعت دارد و بارها امریکا از کنگرسش گرفته تا به دموکرات ها و جمهوری ها کلش صدا کردن که بله ما در افغانستان در بودهای نظامی شکست خوردیم و شما دیدین که پول افغانستان رو در اوجه پیش خود فریز کردن و فضا رو در اختیار خود گرفتن، یعنی با به یک رقم از افغانستان بار آمدن که در اینجا شکست خوردن. اینه باید تصدیق نه من میگم از زبان یک امریکایی نمیگم، من از زبان شما برید خانواده یک کسی که در یک حمله انتحاری مرد و خانه شهید شده، برید از زبان خانوم از او خانواده پرسان کنید که همین گروه طالبان چه رقم است، باز او حتما برتان میگه که تروریست دیگه، او نمیگه که شوهر من خوب شد که کشته شد و این گروه مبارز بوده. بسیار خوب، به سوال ما برگردیم، افغانستان چه خواهد شد در برابر کشورهای همسایه ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و حتی آنسوتر آسیای میانه و کشورهای مثل روسیه و دیگر همپیمانانش؟ لشکری صاحب عزیز، تمام کشورهایی که در منطقه با ما زندگی میکنه و یا فرا منطقه، همه حرف اولشان روی منافع خودشان است.
شما میفهمین که در طول 45 سال در افغانستان یک دولت مرکزی قوی وجود نداشت و در وقتای جنگ های جمهوریت بود پاکستان 130 کیلومتر از خط دیورند پیش آمده و یاد شما تک لشکری سر شما در افغانستان بودیم که با توپ میزد منطقه سرحدی را که مردم سرحدی دور شد و نقطه حاکم را بگیرند و در اون وقت اشرف غنی و احمد کرزی در قدرت بودن یا تانستن که زارکشی بکنن منطقه خود پیش بیان از جای خود ولی بلی فعلا یک بلست هم بر از جای اجازه داده نمیشه این که مسئله دیورن مسئله دو ملت است که باز بعدا خود چیز کردن کردیم اما تو ایران هم شما میفهمین که تمام آبهای دریای هرمند در یک ثانیه برای از 26 متر مکعب او قرارداد شده بود مطابق ماده 351 یا در یک صد یک دقیقه میدرستم تقریبا 150 متر مکعب آبا می بردن در اونجا آسیا ها جور کردن در اونجا بند برق جور کردن در اونجا آلی این منافعشان از دست میره چی باید بکنن؟ باید مخالفت بکنن در سیستان بلوچستان انصار الفرقان دارن در اونجا جنگ دارن در اونجا مردم سیستان و بلوچستان می خواهیم که آزادی بگیرن این کار داخلی از واس اما تو در پاکستان شما میبینیم که سه حکومت هست در حکومت نظامیگر پاکستان حکومت عمران خان و مردم پاکستان حکومت چی تی پی و در چترال شما دیدین عملاتی کرد این مسئله داخلی خود از واس در تاجیکستان انصار الله جای بجای شده بود که بنیانگذاری از سال 1990 در یمن شده این مسائل داخلی کشورها جنگ هر وقت به یک جای نمیمونه امی دو تن از اعضای گروه انصار الله که چند روز پیش از مرز افغانستان وارد خاک تاجیکستان شدند و کشته شدند توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان اینها از مرز افغانستان وارد شده بودند محمد خلصیب یعنی اینکه تاسیسشان اگر در یمن بوده یا در هر جای دیگه بماند این است که حالا آمدن و در سمت شمال افغانستان شاید به نام یک پروژه به نام قشتپه یا هر چیز دیگر تروریستایی که جابجا شدند و پروژه هم شاید یک پروژه غربی دیگر برای نامسازی بلوک شرق به قول خودتان یک بلوک غرب یک پروژه دیگر را داده باشه برای طالبان و برای پاکستان به نام بلوک ناهمسازی بلوک شرق شاید این چنین باشه اما به هر صورت او زمانی که اشرف غنی و حامد کرزی نمیتونستن از مرز افغانستان و پاکستان دفاع کنن به این خاطر بود آقای محمد خیلی که بسیار زیاد درگیر جنگ های داخل خانه بودن سب یک آدم به نام ملا محمد عمر یک آدم به نام سراج الدین حقانی یک آدم به نام ملا برادر یک آدم به نام انس حقانی هر دقه یک کس روان میکرد وزیر اکبر خان در یک جای دیگه در یک جای دیگه در یک جای دیگه انتحاری میکرد شهروندای بیگناه افغانستان رو میکشتن همین جنگ داخل خانه بسیار بعد جنگ از خدا نشان نتکسه حتی داخل خانه خود یک اجتماع کوچکتر و داخل خانه که خود کل کشور باشه او زمانی سیاستمدارای درجه یک افغانستان درگیر جنگ‌های داخل خانه بودند سب عالی هم اگر امی جبهه مقاومت امی جبهه آزادی یاسین ضیا یا احمد مسعود هر کس بیایه و گریبان ملا هیبت الله کمی محکم‌تر بگیره مطمئن باشید که پاکستانی‌ها تا جلال آباد هم می‌گیرن بسیار خب آقای محمد خیل بیایید که شما در وصف خوبی‌ها و کمالات و بزرگی ها و ویژگی های گروه طالبان گفتید من میخوایم دو سه سوال در مورد حقوق زنان استان داشته باشم زنان درس نخوانند زنان کار نکنند حتی اگر یک زن مرد او را گروه طالبان در یک حمله انتحاری کشته باشه خودش و کودکانش گرسنه باشند هم حق بیرون شدن از خانه بدون محرم و اجازه کار کردن بدون محرم در یک جای که نامحرمان باشند را ندارند و این نمونه هایی از فرمان های ملا هیبت الله در برابر زنان هست شما به عنوان یک مرد چقدر خودتان و یک مسلمان چقدر خودتان با این فرمان ها موافق هستید جناب لشکری صاحب ببینید من خودم طرفدار از این هستم که خانما درس بخونه مکتب بره و از حقوق خود استفاده بکنه ولی در داخل شریعت قرآن محمدی که برای ما شما مسلمان هستیم هدایت شده و امارت اسلامی را تا جایی که ما به این مسئله چیز کردیم اونا مسئله حجاب هم میگه که مخاطب و سیستمش پیش رفته و به خاطر حجاب و سنفای جدا کردن و موتنش جدا کردن به این مسئله پرداختن در کل ما طرفدار ازی هستیم که هرچی زودتر
و خوبتر و داخل چوکات شریعت کار خانم ها، کار مکاتب و کار از جا حقوقشان برشان داده شود و کار و وظیفه خود برگرد. نه ما سوال ما پاسخ سوال ما ندادید جناب محمد خیل. بیاید یک رقم دیگه سوال کنم که بسیار واضح شوه. شما خانم خدا مرد هستید، شکر خدا، شکر خدا، بسیار واضح و بسیار سریع هم صحبت میکنید. اما فکر کنید همین لحظه خودتان فکر کنید. محمد خیل صاحب، شما یک زن در خانه هستید، یک شش هفت تا طفل گرسنم دارید، مرد خانواده تان هم آقای حقانی در یک حمله تروریستی در چارهای زنبق کشته، گرسنم هستید، یک کار داشتید برای اولادا رزق روزی حلال می آوردید، امیر هم گفتن دیگه سر صبح سر کار نرید، شکمتان هم گرسنه است، مردی هم دیگه ندارید که شما را پیسه بده، پول بده، نان بده، آب بده، چی میکنی سبین شما سب؟ این یا در یک دستان فرمان ملا ایبت الله، در یک دست دیگه تان تفلای گرسنه تان، چی میکنی سب؟ آقای لشکری، اول خود خدا نکنه که ما زن باشم، مرد هستم. نه خواهش میکنم، او نه، اینه ما زن. نه خدا نکنه، ما دو قدم داشته بیسه وزیز. ببین امارات اسلامی برای دوستی از خانواده که مرد نداره، ماهانه برای پی نفر یک از افغانی امتحیم کرده، اگر در خانه باشه، ده نفر باشه، ده هزار باشم داده میره، لطفایشان هست، شهرتایشان تکمیل هست، ما باشم پیسه لشکری زیبا که وقت شما در شهر نمو بگوادیم، انشالله که کلتی تان نمی کندن، یکی میگو خالا پیسه بود، یکی مال پیسه بود، حال فضل خواهر در بیتونیم در شهر نمو با فکر آرام برین، در رسولان نام بگوریم، هیچ گرده ایگره در روش شما نمی بینید، برای شما بگیم، اگر پیسه طلب کنه میتر زکی برای سبتنام میکنه و ما شامل چیز بشیم، که اگر بعضی ها باشن یک دانه یا نیم دانه دیگر از محالت جمهوریت بسیار فرق کده، برای از این فقیرها و برای از این کسایی که مردشان از دید داده وزارت کار و مجتمعی و شهده و معلومین برشان ماش بیده و این دیگاهی که در سرکان میگشتن وارا کارش جمع کدن داخل یک طرز العمل دفتیش اسمایشان هست، ما دمو باشم پیدا داده. بسیار خب آقای محمد خیل، شما هم به این عقیده هستید مثل دیگر رهبران گروه طالبان و اعضای گروه طالبان که حضور زنان در اجتماع باعث تحریک جنسی مردان میشه و باعث به خطر افتادن اسلام در یک کشور میشه؟ نه، ما شاید امارات اسلامی هم به این نظر نباشه، خب نظر ما است که اگر خانم ها، چون ما شما مسلمان هستیم و در اسلام برای ما تمام حدود معلوم است، در قسمت حجاب، در قسمت دیگر، ما میخواهیم که تمام زنها با کار خود، با وظیفه خود، با ماموریت خود، با مکاتب خود برن. ما اون روز سفر داشتیم در میدان اوی، خانما رو دیدم که در اونجا چک میکردن، در اونجا کار میکردن و توقع ما است که تمام خانم هایی که در خانه اگر است یا در وظایفشان است، مشاهد با خود زمان داده شد، داخل حجاب شرعی با کار وظیفه خود استخدام شد. بسیار، من گفتم اگر دیدگاه شما واقعا این باشه، چون در شروع برنامه گفتید رفت آمد به کشور امارات، به دبی دارید، دیگه گفتم خدا بدادتان برسه دیگه، اگر شما ارزن نامحرم ببینید و تحریک جنسی شوید، محمد خیل صاحب دبی هم پر از زنای نامحرم، دیگه خدا بدادتان برسه. بسیار خب آقای محمد خیل، بسیار زیاد سپاسگزار. فقط در آخر میخوایم یک سوال داشته باشم. چند روز پیش تجلیل از هفته شهدای حکومت جمهوری بود، حکومت اینقدر هفته شهدا و اینقدر روز استقلال در تاریخ چه افغانستان است که دیگه تا یک چند سال بعد کل 365 روز رخصتی میشه، دیگه هر کس اومده برای خود یک چیز جور کرده. هفته شهدای حکومت قبلی را فراری های حکومت قبلی در دوشنبه و تاجیکستان و استانبول و ترکیه و نمیدونم کجا و کجا و کجا گرامی داشت برگزار کردند. آقای مارشال دوستم در بین تمام رهبرانی که از طریق زوم و آنلاین در اون نشست حضور داشتند، یک پیام بسیار واضح بر می رفقای شما داشت. اوی بود که گفت بمی زودی ما به خیر کابل می آییم. باز گفت اینمی مردم که شما می بینید وقت واری رای گریختن خود گم میکنن. گفت یارا، گفت کل شانه ای دفعه تو گرفتن کنیم که دیگه یارا ای دفعه نمیمانیم بگرزن دیگه. ای دفعه گفت خلاص هستن دیگه. خب شما میفهمید که اگر مثلا آقای عطا محمد نور یک شش ماه ملا برادر پیشش بندی بود،
آزاد کرد و فلانی را اگر بندی بود آزاد کرد. امی مارشال دوستم زیاد آدم مذاقی نیست دمی آزاد کردن و بخشیدن. دشت لیلی و خیلی از جاهای دیگر نشانه هایی از عمل کرد آقای مارشال دوستم است. چقدر شما و دیگر اعضای گروه طالبان در کابل را امی گپ های آقای دوستم ترسان سپ، زانوهای تان الارزان سپ؟ جناب لشکری سپ، ابو معنی بیدل، عبدالقادر بیدل بسیار یک حرف خوبش داره. یک در مخمسی خود یک شجبیتی را گفته که ما دو باید از را بگم. میگه زدیگی پختگان ناید صدای، زدیگی پختگان ناید صدای، خروش از آدمای خام خیزد. ما در هفته شهید خودم با تلو نیوز گفتم که اماشای مسعود مسلمان بود، مجاهد بود، مقابل شوروی ها جنگ کرده بود، ولی در کابل با این دوستومی که جنگ کرد، شخص دار کابلی را کشت و طرفداراش که در کوچا میره و طرفدار از ما نیستیم. یک مثلا استاد عبدالرب رسول سیاد بسیار عالمانه و موضوع را تشریح کرد، ولی این آدم ات یک تشریح کرد در وقتایی که یک شاید دیگر یک سخنوار گفت که در جوانی گفتم شیر اگر پیر شود شیر است، چون خود از این جوان بود، و در پیری گفتم شیر اگر پیر شود پیر است. دیگر آقای دوستم همون وقتی که در دشت لیلی مردم را کشته هنوز هم مادرهای از ما انتظار میکشه که چی وقت اولادای ما میه. یک روز مارشال صاحب جوان نگفت که در مقامتهایی که چشمای خود سر ما میکشه باید بستان شویم. آقای مارشال من بسیار نزدیک مشتاختم مشتاختمشه وقتی که من از بندیخانه خلاص کردن، من را جبری دارن در قطعه که یه از بین بره. مو وقت سر چیز عمله بود سر تنگی و آقجان تمام جنرال ها ششتگی بودن. عبدالرشید دوستم بروتک های گرده گرده داشت ریشش هم بندی های فلم واری بودن که کم کم رسیده بود، یعنی کم بود کم کم رسیده بود. در اون افرادی قمانده میکرد نمیست تو پیاده تا پیش کن، پیاده را که پیش میکرد 50 الی 60 نفر از این اون جکتی پداشکش شده بود میدادش از لشکر ایسا. این را معلوم ها فهمیدم که غیر از این که با خود یک دانه کرده چیز در مهمان هم جور کرده عدیره دیگه، اینا پانسون جور کرده، نه مکتب جور کرده، نه دیگه جور کرده. آلی هم گفت از این سرمی ما افغان ها است که ما افغان ها را میکشیم. ببین ما در حالت هستیم که تمام کشورهای هم زیر چشم میکشه بالای حق خود ما. تو مارشال از این مملکت هستی، تو خود در وقت شوروی ها جنرال شدی، در وقت اشغال امریکای مارشال شدی. مارشال او کسی را میگه که از توتا زمین بگیره در اصولنامه نظامی. مارشال او کسی را میگه یک جای اشغالی وطن خود آزاد کنه. تو خود در وقتی که امریکای مارشال شدی گفای از او بیخی برای ما چیز شاید اون وقتا یک عمل هم داره از اون چیزهای تازه یک درکی برای از اون مسئل شده باشه یک فراغ زد، در حالی که جنرال صاحب باید دیگه بگوز با که تماس تو با تانویز و یا این که اردوغان یک دو نفر بودیگار داده ده باید منظم باشی، افغان مستی، برادر مستی، بیاده ای وطن زندگی که پشت قصای اضافه نگرد در 45 سال فایده نکنه باید از این چی فایده نکنه. بسیار خوب، امیدوار هستیم که اول اینکه خداوند از سر تقصیرات هیچ افغانی که باعث قتل یک افغان شده نگذره، ای که مارشال دوستون باشه یا ملا محمد عمر که فوت کرده باشه یا هر کس دیگری که باشه، هر کس دیگری که باشه، خداوند کسی را که دستش به خون یک افغان آغشته شده او را خداوند نبخشه و اثر تقصیراتش نگذره و خداوند نشانش بده. یک بس. بحث دیگه ای که خداوند خیر مردم افغانستان را پیش کنه آقای محمد خیل، ما متاسفانه در طول تاریخ بسیار کم و انگشت شمار سیاستمدارانی داشتیم که واقعا دلشان بر مردم افغانستان و بر خاک افغانستان سوخته و واقعا بر مردم و بر افغانستانی ها و بر خاک افغانستان و بر جغرافی های افغانستان کار کردند و جنگیدند. امیدوار هستیم که شما هم همان طوری که یک روزی فهمیدید که همراه بودن با حزب اسلامی کار خوب نیست، در مورد حمایتتان از گروه طالبان هم کمی بیشتر فکر کنید. جناب نه این رو مزاق کردیم، مربوط خود دارم نشید. تشکر خیلی ببینیستم. امید است که 45 سال ما شما در تفرقه زندگی کردیم، یک چند سال در وحدت و برادری و یک برادر ما سی یک نطاق ورزیده سی مثلا تشفار میکنم اما تو سر تمام برادرهای ما که در هر گوشه و کنار است بیاییم که یک چند سال با متحاد و اتفاق زندگی کنیم. 45 سال در تفرقه زندگی کنیم، هیچ جای نگرفته،
بیا نه می آغوش کل برادرای که دیگه وطن خود جو حالا رب العزت میگم میگم وقت هیچ قوم را حالتش تغییر نمیده مگر اینکه خود از حالت خود تغییر بده تا که ما توی وطن جور نکنیم با امریکا رو دیدیم جور نکن روس هم دیدیم جور نکن دیگه کس هم با ما جور نمیکنن ما افتخار میکنیم که تو یک برادر ما یک آدم لایق هستک و امروز سر تمام برادرها بیایی که یک چند وقت با ما برادر در وحدت زندگی بکنیم انشاءالله امیدوار هستیم که روزی این انگیزه در میان همه افغانستانی ها ایجاد شود که بتانن به عنوان انسان هایی که همه صاحبان یک جغرافی های مشخص هستند در کنار یک دیگر همدیگر را بپذیرند و زندگی کنند. سپاسگزار از شما آقای محمد خیل، امیدوار هستیم که شب و روزهای بسیار خوبی را سپری کنید. سلام ما را به کابل و سلام ما را به افغانستان برسانید. خدا نگهدار. حتمی لشکری سرباز، حتمی. آرزومند هستم که یک روزی در کابل ببینید تلویزیون یک باز ببینیم انشاءالله. بخیر باشید. تشکر محمد خیلی صاحب. خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز که تا اینجا با ما همراه بودید. گفتگوی مفصل من با آقای محمد خیل، عضو پیشین حزب اسلامی افغانستان و یکی از آگاهان امور در شرایط فعلی را دیدید. کاکتوس یک برنامه به هیچ عنوان سیاسی نیست. ما فقط داستان‌های سیاسی افغانستان را ورق می‌زنیم. اگر از این برنامه لذت بردید و برنامه رو دوست داشتید با دوستانتان شریک کنید و در پیام ها لطفاً در پیام ها برای ما بنویسید که در برنامه های آینده چه کسانی مهمان ما باشند و آیا شما از شرایط فعلی افغانستان راضی هستید یا نه. خدا نگهدار تا دیدار دیگر.